سلام به همراهان همیشگی کانال پادکست. امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز میخواییم راجع به میکروسمنت ها و صادرات اونها به خارج از کشور صحبت کنیم. باید اضافه کنم که مطالب امروز ما برای علاقه‌مندان به زیبایی دکوراتیو در محل کار یا منزل میتونه خیلی کاربردی و جذاب باشه. اول باید با میکروسمنت و کاربرد اونها آشنا بشیم. میکروسمنت ها پوشش های مدرن و دکوراتیو هستند که از ترکیب پایی سیمان و رزین‌های دارای پایه آب تولید میشن. تنوع رنگ و اجرای این پوشش دیوار بسیار زیاده و بیشتر مناسب اماکن تجاری، منازل و کلیه سطوح داخلی و خارجیه که علاوه بر زیبایی از قابلیت استحکام و ماندگاری بسیار بالایی برخورداره. میکروسمنت ها با توجه به تنوع رنگ و طرح و همچنین مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار بالا، متریالی بسیار مناسب برای پوشش دیوارهای داخلی، نما، استخر، کف محوطه و حیاط به شمار میرن. پوشش دیوار میکروسمنت قابلیت اجرا در محلهای پرتردد و تقریبا تمامی سطوح رو داره. برای مثال، برای استفاده بر روی سطوح ملات سیمانی یا مرمر، کاشی و سرامیک مناسبه و نمیتونیم اون رو روی بستر چوب طبیعی یا مصالح منبسط شونده اجرا کنیم. علاوه بر این، میکروسمنت هایی که دارای روکش درزگیر هستن قابلیت استفاده در محل های مرطوب رو هم دارن و میتونن خاصیت ضد آبی داشته باشن. میکروسمنت ها از ترکیب سیمان، رزین هایی با پایه آب، رنگدانه های معدنی و افزودنی های دیگه ساخته میشن. ترکیب این مواد باعث میشه چسبندگی بیشتری داشته باشه. این ویژگی اونها رو برای پوشوندن انواع سطوح افقی و عمودی ساخته شده از کاشی، چوب، سنگ و موزاییک و گچ به گزینه مناسب تبدیل میکنه و انواع کاربرد اون در مکانهای مختلف به همین دلیله. این پوشش معمولاً با ضخامت کم بین 2 تا 3 میلیمتر روی این سطوح اجرا میشه و تغییری چشمگیر در فضا ایجاد میکنه. البته باید بدونیم که ضخامت بسته به محل و نوع میکروسمنت متفاوت. با فراگیر شدن و محبوبیت روزافزون سبک معماری مدرن، استفاده از این پوشش در نمای داخلی و خارجی ساختمان‌ها بیشتر شده. به این دلیل که هنرمندها اجرای طرح‌های مدرن و یا مینیمال خودشون رو با این مواد به راحتی میتونن اجرا کنن، این مواد محبوبیت زیادی دارن. میکروسمنت ها به 2 شکل پودری و خمیری در بازار موجودن و هر دو شکل خودشون دارای 2 نوع معمولی و نانو هن. نوع خمیری از جهت قیمت به صرفه تره و بیشتر مورد استقبال طراحان دکور قرار میگیره. با توجه به افزوده شدن مواد مختلف به میکروسمنت های اولیه، نوعهای مختلفی تولید میشه که بسته به هدف طراح در مکانها و قسمتهای مختلف مکان مورد نظر استفاده میشه. سوالی که شاید تو ذهن شما ایجاد شده اینه که چرا باید این مواد رو انتخاب کنیم وقتی مواد مشابه با کاربردی مشابه اون در مارکت های فعلی موجوده؟ باید بگم که به غیر از ترند شدن و ظاهر مدرن، میکروسمنت ها ویژگی ها و مزایای دیگه هم دارن که دونستن اونها به شما کمک میکنه تا شک و تردیدتون برای انتخاب این پوشش از بین بره. از جمله ویژگی های منحصر به فردش، زمان مورد نیاز کم برای اجرا، سرعت خوش شدن بالای مواد اصلی، ویژگی بدون درز بودن و نظافت آسونشه. همچنین یک دست بودن این پوشش بعد از اجرا، عمر و دوامش و ترمیم آسون اون در صورت آسیب و مقاومت در برابر دمای خیلی پایین یا خیلی بالا، مقاومت در برابر آسیب بر اثر نور مستقیم خورشید و ضد آب و رطوبت بودن اونها جز ویژگی های دیگه شونه. حالا که تا اینجای این ویدیو با پادکست همراه بودید، اگه از اون خوشتون اومده لایکشو فراموش نکنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و با من همراه شید تا بیشتر با این مواد آشنا بشیم. الان که با این پوشش ها و ویژگی های برجسته اونها آشنا شدیم، باید بدونید که با توجه به مجموع ویژگی های منحصر به فرد اون، مورد علاقه و استقبال هنرمندا و طراحای زیادی در سراسر دنیا قرار گرفته. خبر خوش اینه که این محصول در بازارهای داخلی حتی بیش از مقدار تقاضا ساخته میشه و شرکت های تولید کننده در جهت صادر کردن این محصول
به خارج از کشور تلاش میکنند. از جمله اونها شرکت‌های دانش‌بنیان دولتی هستند که با نظارت دولت به تولید و صادر کردن این میکروسمنت‌ها و موادی از این قبیل میپردازند. شرکت دانش‌بنیان بتونسورین به طور رسمی از سال 1395 در قالب یک تیم تحقیق و توسعه در زمینه مصالح نوین ساختمانی فعالیت خودش رو شروع کرده. در ابتدای فعالیت خودش اولین محصول دانش‌بنیان خودش رو با اسم بتون شفاف آغاز به تولید کرده که ثبت اختراع بین‌المللیش هم به اسم کشورمونه. بتون‌های مسلح شده با الیاف از دیگر محصولاتیه که به خارج از ایران صادر میشه. باید اشاره کنیم که کشور ما جز اولین تولید کننده های GRC در خاورمیانه است. این شرکت دانش‌بنیان ضمن بیان اینکه محصول میکروسمنت با نام تجاری سمیک وارد بازار شده، اظهار کرده که سمیک پوششی تزیینیه که بیش از اینکه به عنوان یک محصول معرفی شه، به عنوان یک ایده خلاقانه معرفی میشه. محصولی جدید و سازگار با محیط زیست که در مصارف تزیینی استفاده میشه. این شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی اظهار کردند که از بعد به تولید و ورود به بازار داخلی صادرات این محصولات هم شروع شده. امروز صادرات این محصول در 4 کشور آذربایجان، عراق، عمان و امارات از ایران در حال انجامه. طبق آمارها میزان صادرات این محصول در سال 1402 به میزان 250 هزار دلار اعلام شده و گفته میشه تا سال 1403 و 1404 میزان صادرات اون تا 2 برابر هم افزایش پیدا میکنه. از سایر محصولات صادرات محور این شرکت محصول بتون مسلح شده با الیاف شیشه‌ایه که این محصول به کشورهای عراق و عمان صادر میشه و با راه اندازی کارخونه جدید در جزیره کیش زمینه‌ای برای صادرات بیشتر به کشورهای حوزه خلیج فارس مهیا شده. از مناسب‌ترین مصالح برای نمای ساختمان‌های مدرن و یا سنتی استفاده از GFRC و به عبارت دیگه نمای بتون مسلح شده با الیاف شیشه‌ای. همونطور که از اسم بتون GFRC مشخصه، تسلیح اون توسط الیاف شیشه‌ای انجام شده که به واسطه اشتراک سیلیس در سیمان به کار رفته و الیافه. یک کریستالیزاسیون بین بتون و الیاف به وجود اومده و باعث افزایش مقاومت کششی بتون میشه و در نتیجه از به وجود اومدن ترک‌های سطحی و عمقی در بتون تا حد مناسبی جلوگیری به عمل میاد. علاوه بر افزایش مقاومت کششی، استفاده از این الیاف شیشه‌ای در بتون باعث افزایش مقاومت سایشی، مقاومت در برابر آتش و مقاومت‌های مکانیکی میشه. با پیشرفت و افزایش تقاضا و نیاز بازار جهانی پیش بینی میشه تا 5 الی 10 سال آینده توسعه صادرات این محصولات به حدود 10 میلیون دلار در سال برسه که میتونه کمک بسزایی جهت بهبود اقتصاد کشورمون باشه. با وجود اینکه این حوزه جای بحث زیادی داره، اما گزارش پادکست همینجا به پایان میرسه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و برای ما حتما توی کامنت ها نظرتون رو راجع به این محصول شگفت انگیز بنویسید و اگه تا الان چنل ما رو سابسکرایب نکردید حتما پادکست رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم یادتون نره.